چیزایی که بابام یادم نداد و تو کاریری یاد گرفتم. تو آفتاب سوختم ولی به امید سایه زندگی کردم. کسی بهم قولی نداد، منم به وعده کسی دل خوش نکردم. تو خانواده ما کسی آقای خودش نبوده، منم به آقای عادت ندارم. وقتی آدم رو ناز بدشته نگه دارن آخرش میشه همین، میره چرک موتوری آدم بیست صاحب. اون پدر مادر بدبخت ما رو بگو، فکر میکنن تو صبح تا شب از در خونه میری بیرون خیلی سر داری میری درس بخونی، نمیدونن آبروشون رو حراج کردی تو کوچه بازار. میدونی حاج محمود بفهمه چی کار میکنه؟ میدونی؟ زندت نمیذاره مائده، به خدا قسم زندت نمیذاره. تو کجا؟ میشینی همین جا جات هم تکون نمیدی؟ مایده به مرگ مامان، اگه بخوای پوستر تو نگاه کنی دیگه اسمت هم نمیاد. پرونده یکی از بیماران میگردم. خب به خودم میگفتید اسمش چیه؟ ملیکا. فامیلیشو میدونید؟ نه یادم نیست. خب اگه بیشتر از یه هفته بستری شده باشه از من رفته تو بایگانی. نه فکر کنم 4-5 روز پیش بود. بذار اینجا همه ندایی میدوزم. خانم همه این مریض چی بگنیم خانم؟ یه لحظه اجازه بدید آقا.
با من تشریف بیارید. آقای مهمان دفتر فرستاری. آقای مهمان دفتر فرستاری. بس کن دیگه آقا، دقیق بنویسی یعنی چند کیلو هست؟ یعنی چند کیلو هست؟ 13 کیلو هست؟ تو چند نوشتی؟ بگو درست بنویسی گره؟ اینا همه بنویسی چند بزن به هم بگو سلام بگی ببینم آقا آقا سلام هرچون سلام آقا این پسرم آمد علک رو درست کرده گفت برای شما 10 سال کار بکنه این کار نیست مردی که بارسل هم این حرف رو میزن یک عمر براتون کار سلام آقا سلام آقا شست آجا یه عرضی داشتم بگو داشت من یادتون هست همون که تو پرداش مای کار میکرد؟ نه نه عقل عرضه میکنم پیمان کوچیک تحت اولیه تو مدرسه ماج رسول بود خب بسه من یه ایزی بدین یه چند وقت بیاد بر دست خودم بایسته بذار دو سه ماه دیگه فصل برداشت که شد کارگر نیاز داریم بهش بگو بیاد برای کارگری عرض نکرم آجا پس برای چی؟ دانشجوه حسابداری میخونه دانشجو باشه چه بیداره کارگری شروع کنه؟ آخه این بچه اصلا برای کارگری ساخته نشده خودتو مگر کارگری شروع نکردی؟ 20 سالت بود اومدی پیش من آس و پاس یک قرون بول دیجه بد نبا من دستتو گرفتم خودت هم البته جربوزه داشتی رسیدی به اینجا داداشت هم ایشالا جربوزه داره میشه مثل تو چه روزگاری بود چه عمر میگذره مرید همون موقع بود که بابات گذاشت رفتی ها اوزایی بود آقا شاگرد اول دانشگاه حسابداری ولده گفتم اگه بشه بیاد اینجا برای خودش دفتر دسته خودش رو بندازه حرف تو برای من سنده ایشالله مثل داداشش هم جربوزه داره ولی حالا دفتر دستک میخواد راه بندازه به این سادگی یا نیست که بابا تا هم این فکر رو میکرد که به اون روز افتاد گفتم حالا اگه بشه بیادم اینجا تو کارهای حسابداری و الان که فصل چینش نیست ما هم حساب کتابی نداریم یه مش برنج تو انبار داریم که حالا کی فروش بره نره اگه امری نیست من برم بالا سر کارگرا نه برو خفتم کردم برو وسایلت جمع کن
حسن و بابا این پسر با ما یکه بدو نکن. من تو آبمو با هم تو یه جوب نمیره. مجبور بودم باور کن. من رو حساب برادر تو اینجا راه دادم بچه. معذرت. معذرت خواهی تو به چه درد ما میخوره؟ اصلا با چه روی برگشتی اینجا؟ پیش خودت فکر کردی الان میرم مغازه رو باز میکنم. آره؟ حسنم که عزادار بی خیال خره. تو فکر میکنی من برای چی رفتم پدرزنم رو خاک کردم برگشتم اومدم مغازه؟ برای اینکه کاسب جماعت فقط بمیره مغازش رو میبنده، اونم دیگران براش میبندن. تو میدونی چقدر به من ضرر زدی تا الان؟ ببخشید این دفعه رو ببخشید. با ببخشید و غلط کردم و معذرت خواهی هم حل نمیشه. از فردا نوه عمو هم داره میاد به جای مبارک شما. برو با سرت جمع کن. رضا با من کلکل نکن، دارم بهت میگم بیا بیرون. یعنی چی نمیام؟ اصلا بیا بیرون، میخوایم بریم ماموریت. بریم. این اسلحه رو بردار بر تحویل بده، من خودم تنها میرم. پس که تالا بدون اسلحه میری ماموریت؟ اصلا هر کی اسلحه تحویل گرفته خودش میره تحویل میده. به قول خودت این یا قانونه؟ تو حالا نمیخواد قانون به من یاد بدی. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینکه فکر میکنی همیشه تو داری درست میگی. چون خبر دادی جمع بشم واسه بعد از ظهر؟ مگه قرار بود همچین کاری بکنم؟ خب الان دارم بهت میگم. میترسم جمعشون کنم شما قال بذاری همه رو. الان مثلا قرار کردی پشت اون روزنامه قایم شدی؟ مسعود چرا فکر میکنی همیشه هر کاری بکنی همه باید بهت حق بدن؟ بابا آدم یه آشغال از شیشه ماشین میندازی بیرون بیشتر به کارش فکر میکنه. حالا دو قدم پیاده رفتی دیگه، چی شد مگه؟ دارم با تو حرف میزنم. کجا؟ دستور دادید برم بچه ها رو جمع کنم. چشم. اگه امری دیگه هم هست در خدمت. خونه ملیکا خیری اینجاست؟ امرتون. میشه بگید یه لحظه بیان دم در؟ چی کارش داری؟ با خودش کار دارم، بگید لطفا بیان دم در.
فرمایش. با ملیکا کار داشته. خونه نیستش. کجا رفته؟ نمیدونم. چیکار شدی؟ آخور تو بشو بودرون. خودشم نیسته یعنی دوست آشنال دست سر آخر بینگریدی. خیلی خوب بشو. این شب راحت میتونستم بفرستم از کلانتری. برو دنبال شر نگرد. برو. من دنبال شر نیستم. اما تو رو خوب میتونم بندازم تو درد سر. کافیه یه نامه بنویسم برای پزشک قانونی. سلام. سلام نوکرم. همسایه‌هات میدونن چه بلایی سر زنت میاری؟ میدونن اون بدبخت چه بلایی سر خودش آورد؟ خیلی خوب صداتو بیار پایین. با ملیکا چی کار داری؟ دوست قدیمی رو باش کار دارم. اینجا نیست. رفته خونه مادرش. میری سر کوچه دست راست میفتی کنار کانال. سومی خونه یه در آهنیه. نرده آشم سبزه. بفرما. دیگه هم در این خونه رو نمیزنی. لازمه من هزینه‌هاشونو بدم برن خارج. نه حاج آقا، عرض کردم خدمتتون نیازی نیست. یعنی همینجا قابل درمانه؟ الان دیگه تو ایران ناباروری غیر قابل درمان نداریم خدا رو شکر. خدا رو هزار مرتبه شکر. پس من میفرستمشون پیش خودتون دیگه. اجازه بدین من اول پروندهشونو ببینم، ایشالا بعدش خودشونم یه سر تشریف میارن. ای خدا خیرت بده دکتر، واقعا خدا خیرت بده. من هم سپردن پروندهشو بگیرن، همون دکتری که رشت میرفتن پیشش. گفتم بگیرم بیارم واسه من. آوردن میفرستم خدمت شما. فقط اسم اون بیمارستانی که گفتین چی بود؟ بیمارستان نیست آج آقا، پژوهشگاه رویان. آه پژوهشگاه رویان. هزینهش هم میدونین چقدر میشه؟ الان که دقیق نمیشه گفت. بذار پروندهشون رو بررسی بکنم میگم خدمتتون. علاوه بر عروستون از پسرتونم باید یه آزمایشایی بدید. آقای دکتر، هر کاری که فکر میکنین لازمه انجام بدین. من فقط میخوام نتیجه بگیرم. این دوتا جوون به آرزوشون برسن. تمام زندگیمو شده میفروشم تا اینا بچه دارشن. حتما سعیمونو میکنیم. دست شما در نکنم. کاری نکردم. قربان لطف شما. در خدمتم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. هرکس میادته یه بار خانم شاخویی اومد سر کلاس این رفت زیر میز قایم شد. بنده خدا هی میشمرد میز یه نفر نیست. اینم از اون زیر هی پای من رو فشکون میگرفت میگفت بگو رفته دستشوی. یه بار انقدر محکم پای من رو فشار داد من جیغ زدم کلاس رفت. یادته؟ نه یادم نیست. تو مریم رو یادته؟ مریم کنم همون که کفششو همیشه در میآورد. یه بار من کفشش رو شوت کردم انداختم وسط کلاس. بله آخرش هم معلم بدبخت از کلاس بیرون کرد. کار بعد تو کرده بودی که تا یه ماه از وجدان داشتم. همیشه شر بود. هنوز هم همونجوری؟ کاش بودم. نه اینقدر مشکلات زندگی و کار زیاده که البته یادم نبود تو دیگه الان برخواد خانم دکتر شدی. فرد خیلی شلوغه. کاش دوباره میشد برگردیم به اون موقع. آره واقعا اگه میشد برگشت من هم میچسبیدم به درس و کتاب تا مثل تو برای خودم یک کسی بشم که اینجوری بدبخت و تو سری خور نشم. مگه من چی شدم؟ شکری نکن مهتا. زار ماشالله زندگی خوب، شغل خوب، شوهر خوب. از بیرون خوبه، توش خیلی فرق داره. مهم اینه که دلت خوش باشه. وگرنه دنیا رو داشته باش دلت خوشحال نباشه چه فایده. این فرق من با تو چیه مهتا؟ تو همه چی داری ولی خوشحال نیستی. ولی من هیچی ندارم. درست میشه. من دنبال درست شدنش نیستم. من دنبال تموم شدنش. اینجوری به خودت آسیب میزنی. اگر نه اون که داره زندگیشو میکنه. تو خودت واسه ازدواجت تصمیم گرفتی. حالا هم باید خودت تصمیم بگیری. انگار همین دیروز بود. از پشت میز مدرسه بلند شدم. کیف و کتابمو کردم جهیزیه رفتم خونه شوهر. من خیلی عوض شدم مهتاب. آره بر همین من رو نشناختی؟ شناختمه. پس چرا به روی خودت نیاوردی؟
نمیدونستم باید چی کار کنم چی بگم. شاید ترجیح دادم فکر کنم تو نیستی. دوستش داری؟ چه فایده؟ اون منو بدون بچه نمیخواد. یعنی خودش هم بخواد خانوادش نمیذارن. بعد ازدواجمون سر سال نشده دخمه زبانا شروع شد. مادرش میگفت تک به سر خانواده میشه مگه بدون بچه؟ خواهرش میگفت شانس ما رو باش. دنبال عروس پسرزا بودیم، اجاق خور نصیب ما شد. پیش متخصص رفتی؟ رشت، تهران، هر جا فکر کنی رفتی. نمیشه که نمیشه. میشه چند روز پرونده پزشکی تو بدی به من؟ میخوای چیکار؟ میخوام بفرستمش تهران. دلت به حالم سوخته، میخوای به من کمک کنی؟ بر خودم میخوام. اونجاست، برو ازشون بگیر. اون که منو راه نمیده. من دیگه پام اونجا نمیذارم، خصوصا که الان خواهرش هم اونجاست. نمیخوام چشمم به چشمش بیفته. ملیکا، تازه به سر سلا افتاده. بایی جان آقا جان، یه مشتری پیدا کن، هاشمی یه امبر رد کن بره. الان خوش قیمت نمیخواد انا؟ نه، نصفش نقد باشه، نصفش چک، رد کن بره. باشه، فردا میسپرم. نه، همین امروز بسپرم. چرا زنی نمیزنی یونسی بازار تهران؟ یونسی الان میخواد یه چک بده 6 ماه دیگه نقد شه. همین دوره بر نقد کن دیگه. یه جایی که سخته، ولی اگه خوردش کنه میشه فروخت. حالا دیگه خودت میدونی، فقط بفروششون. فقط مردم نگن برنجای حاج محمود خوب نبوده، داره اینجوری ردشون میکنه. بعید، مردم منو میشناسن یا بارمو؟ شما رو. پس کاری که بهت میگم بکن. چشم، همین امروز برسیم. جای مبلا رو عوض کرده، خونه خیلی دلبازتر شد. مامه چیز دست نزدم. قشنگ جا باز شده برای بچه های قدونی قد داداشت اینجا بگردن و بازی کنن. پس چی؟ انتظار داشتی تا آخر عمرش به پای تو بسوزه و بسازه؟ عجب رویی داری تو. کاش داشتم. اینقدر رفتی اومدی، اینقدر سرک کشیدی تو این زندگی تا آخر آتیشش زدی. حالا خیالت راحت شد؟ من صلاح داداشو هم میخوام. اون چه گناهی کرده زنش بچش نمیشه؟ گناه اونو نمیدونم. اما گناه من اجاق کورم نبود. دل پاکم بود که از روز اول تو رو مثل خواهر خودم دوست داشتم. محمود با این همه مال انوار گیر پول برنجشه؟ من گفتم گیر پول برنجشه؟ میخواد بارش رد بکنه، بار جدید بخره. اون عاشق معامله کردنه. حالا این معامله چقدر پول میخواد؟ 150 تومنش بهش نقد بدیم، بقیهشو چکی میشه خرید. اوه، با
سالی 150 میلیون تومان، من اگه 150 تومان پول داشتم الان وضعیت زندگیم اینجوری نبود دیگه. حالا چقدی داری؟ من خودمو بتکونم بچلونم 20. آقا این برنجشو گذاشته 17 تومان، به دلال میده 15 تومان، ما هم 17 تومان میخوایم، چند تومان بالاتر میفروشیم دیگه. میگه دیوانه ایم، همون 15 تومان رو ور میداریم دیگه. آقا من سر یارو کلا نمیخوام بذارم که من بو نمک یارو رو خوردم، اینجوری ما هم یه تکونی میخوریم. آقا بایید با یه بار هیچی تکون نمیخور، بعدم ما که پول نداریم، فقط باید بشینیم غاق نگاه بکنیم. بیشی یحیی پول نداری؟ اینم پول داری بهش رسید گرفتی؟ آخرش رسیدم نگرفتی؟ آقا من اشتباه کردم، غلط کردم، نمیتونم خودم رو دار بزنم که برادر من. بعدم این کلکاپیست به برادر خودش رحم نمیکنه، بعد بیاد دامادش پول بده. تو ماشین تو بفروش، منم ماشینم میفروشم. سبا هم یه مقدار طلا داره، اونا رو همه رو نقد میکنیم، 20 تون ازش میخریم. باور کن دو سه ماه 70-80 میلیون سود خالص بزیم اونا. من الان هرسی کیه دارم میخورم؟ هرسی تو و پیمان دیگه. تا کی میخوای اینجا کار بکنی؟ من تا کی باید برم کارخونه زحمت بکشم؟ بالاخره یه تکونی هم ما باید بخوریم دیگه. مردم علیکی نمیان پول بزنن جیب منو تکه. ماشین تو بفروش. حالا بذار فکرامو بکنم. آزمایش، نسخه، هر دکتری که رفتی، هر آزمایشی که دادی، دوا و درمونی که کردی، قشنگ جمع کنی یه جا، هیچی هم جا نمونم. چشم آبو جان، نگران نباش. زودم برسون به دست من، میخوام با اتوبوس بفرستن تهران. با اتوبوس چرا آخه؟ باید بجامیم دیگه. من با دکترم صحبت کردم، گفت اصلا جای نگرانی نیست، این کار نشد نداره. مزا تو این کیکش خوشگله، عالی عالی. ایشالله کیک نوامونو بخوریم پروین خانم. یه قاچه کوچولو با بخوری حاجی، این همه خامو چه میره؟ امشبو گیر نده دیگه. حالا خود صاحب مهمونی کجاست؟ بالاست دیگه، دل آماده میشه برای تولد. مسعوده بیا تو ماده. مهتاب جان برو بالا، این دختره از جلو آینه بیار پایین. بهش بگو داداش شد رسید. ببون پیش شوهرت، من میرم. سلام. سلام پسر. سلام آیده. آیده گرفتی خوابیدی بابا؟ پاشو بیانم منتظره. باشه بابا جون، چشم الان میام. پاشو تحت خاری، پاشو هر باب خونه، پاشو که وقتی نوه بیاد تو این خونه یک کسی دربلیت نمیگیره. پاشو بیاشو همه تو فوت کن بابا جون، مسعودم اومده. وقتی آدمو ناز بدشته نگه دارن آخرش میشه همین، میره ترک موتوری آدم 20 سال. اون پدر مادر بدبخت ما رو بگو، فکر میکنن تو صبح تا شب در خونه میری بیرون، خیلی سر داری میری درس بخونی، نمیدونن آبروشون رو حراج کردی تو کوچه بازار. میدونی حاج محمود بفهمه چی کار میکنه؟ میدونی؟ زندان نمیذاره مایده، به خدا قسم زندان نمیذاره. میگم سوا خانم اگه ناراحتی این کار نمی کنم، یه ماشین که قصد خوردن نداره که. ناراحتیم از اینه که هیچوقت به حرف من اعتماد نمی کنی، وگرنه خود صاحب اختیاری، هر کاری فکر میکنی درست نه انجام بده. من جو تنهایی تصمیم گرفتم تو زندگی، همیشه با هم تصمیم گرفتیم دیگه. چند ماه دیگه بهترشو میخوام. بیداش کردی؟ بیا این هستم. دست شما درد نکنم. اگه پولتو خوردن چی؟ تای دل منو خالی نکن دیگه. آدم میخواد پیشرفت کنه باید ریسک بکنه. من که از این ماشین استفاده نمی کنم. زیر پای خودته.
مگر اینکه تو این اوضاع بخواد دردم بگیره شبی نصف شبی منو ببری بیمارستان. انشالله تا اون موقع بهترش رو خریدم. تو میگه الان پول داری میخوای همش رو بخری؟ باید پول جمع جور کنم. عقیل ماشین خوشون میفروشه دوتایی با هم شریک میشیم. مگه شب مهمان نیستیم؟ چرا؟ برو لباس بخوش بریم دیگه. یه ساعت دکتر با من حرف میزن. خیلی امیدوارم که خیلی چی گفته باشه خوبه متا؟ چی؟ میگفت تو این دور و زمونه ما اصلا نازایی نداریم که درمون نشه. خودتونم آماده باشین، گفت به وقتش صداتون میکنه برین تهران. آشامون؟ چشم. اصول؟ بله آجی. اصلا شنیدی من چی گفتم؟ چشم. سلام. سلام. سلام، تولدت مبارک. ممنون. خوبی؟ خوبم. چشات چرا قرمز شده؟ چیزی نیست، مال حساسیته. تو خودت دکتری، این چیزا رو بهتر از من میدونی. مادر جان لیوان آب به من میدی؟ الان یه جوری زمونه تغییر کرده، یه جوری علم پیشرفت کرده که آدم انگشت به دهن میمونه. زمونه ما که اصلا این چیزا نبود که، همون دوا و درمونی نبود که. یا باید دعا میخوندی یا دخیل میبستی، نظر و نیاز میکردی. چه زندگی هایی به خاطر اینکه بچه دار نمیشده از هم میپاشیم، تیره و تار میشه. آی بخشید خیلی حرف داریم. میگو آدم بوده بعد 20 سال بچه دار نمیشد، عمل کرده الان چهار قلو داره. مایده تو خودت دکتری دیگه اونجا، این چیز رو بهتر از من میده. یک کاری رو باید بکنی، یک کاری رو نباید بکنی، درست میده؟ بابای خدا بیا مجد هم بود همین حرف رو بیده. این حلقه چیه دستت کرده؟ اصلا بلش کنی مرسول. حلقه چیه داداش؟ انگشتر معمولیه. انگشتر معمولی جاش این انگشت نیست. خودم درستش میکنم. میرم تا جایی برمیگردم. کجا؟ یه کاری پیش اومده، میرم میام. میخوام شام بکشم. زود برمیگردم. با اجازه. جانم مسعود جان. سلام. سلام. کجایی؟ من خونه خاله صاحب. خب های سر بیام اونجا. باشه منتظر. سلام مسعود جان. سلام. بفهمید داخل. بازم دمه در بده کسی نیستا، خودمونی. همینجا راحت سرم. در خدمتم. خیر ایشالله. رو حساب این همه سال رفاقتی که با هم داریم، نورنمه که با هم خوردیم، اومدم بهت بگم که به این داشت میگه حواظش به کار خودش باشه. کدوم داشتم؟ همین که تو بازار ماهیه. پیمان؟ آره پیمان. آقا اشتباه میکنه، پیمان آزارش به مورچم نرسه، تو سرش هم بزنی چیزی نمیگه. حالا چیکار کنم؟ ولکن آقا وید، ولکن. از سر زور خون خونه منو داره میخوره. این شهر کوچیکه، تو داشت بزرگشی. یا از تو کوچه خیابون جمعش میکنی، یا خودم جمعش میکنم. آقا اشتباه میکنی، پیمان یا سر کاره یا دنبال درس دانشگاهش، رتبه اول دانشگاهشون. حالا بگو از سر بچگی یه کاری کرده. من سر بچگی دختر مردم میشوره ترک موتورش. خواهر من اینو 20 سالش نشده. مادر خانم جای خواهر ما. حرف مردم برای چی باور میکنی مسعود؟ من خودم دیدمشون. من مادر و پیمان خودم تو جنگل دیدم. حرمت نگه داشتم، دو تا چک پیستم. وعید جلوشو بگیر که جنازه‌شو برات نیارم. مسعود یه دقیقه وایسه، من چی میخوای بگی؟ وایسه دقیقه. من گفتن یا رو گفتم. وعید غلط اضافه بخواد بکنه چشم رو همه چی میبندم. به قرآن قسم تو هم اگه جای من بودی سرشو میکردی زیر آب. بذار من باهاش حرف بزنم. این دفعه اگه غلط اضافه کرد شما توف کن تو صورت من. آدم سر بالا توف نمیکنه، قورتش میده. Thank you.
بله. خانم فروزش؟ بله. از مرکز مشاوره خدمتتون تماس میگیرم. بله بفرمایید. تماس گرفتم واسه وقت مشاوره پیش از طلاق. بله. تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارین تشریف بیارین. لطف کنین به همسرتونم بگین ما که زنگ زدیم بهشون خیلی عصبانی بودن قطع کردن. خودتون لطفاً بهشون بگین. بله حتما. خداحافظ. ممنونم. بهترین راهش اینه که شیفتا رو برداریم. تیما باید یکیشن. همینجوری رو هوا حرف نزن مسعود. شیفتا رو نمیشه عوض کرد. باید بتونیم از دو طرف قیچیشون کنیم. اینا پاشون بیفته به چی به خوب برسن دیگه نمیتونیم بگیریمشون. ظرفیت ما همینقدره. شما یه ذره متمرکزتر رسد کن. حیوان با اسلحه جنگی زدن. حداقل زنگ بزنن استان برای من 4 تا نیروی کمکی بفرستن. نمیکنن این کارو. همه این منطقه هم شما درگیر مسعود. احتمال خیلی زیاد هنوز یه نر اومده تو این جنگل باشن. دیر بجنبین بزنن اینا هم نفله کنن بشه مثل سریای قبل. تو هم ببینم چیکار کنم. محیط منو بدون تفنگ فایده داره؟ بیا این آبدارچی و نگهبانم با خودت ببر منطقه. آخه من محیط منو بی اسلحه میخوام چیکار؟ مگه میخوام برم پیکنیک؟ عزیز من بودجه سازمان همینقدره. به قمر بنی هاشم شب تا صبح خواب ندارم از ترس اینکه سر شما را هم میسه حسینی تو جنگل بکنن زیرا. روزی نیست که ما تو حسن حرف از کم بوده نیرو نزنیم. همه جا همینه، همه منطقه همینه. برید ببینید جنگل های شفت و ماسال چجوری داره کار میکنن. منم از فردا بیام با شما تو منطقه خوبه؟ خیالت راحت میشه؟ چیکار کنم دیگه؟ مجبوریم هر دوتا گروه بریم اون منطقه و اطرافش. هر کاری که سلام میدونید بکنید. فقط یکیشونو بگیرید که خبرش بپیچه تو منطقه. برای حساب و کار میاد دستشون. مسعود، امروز میام برای گزارش تصویری. چرا با این بحث میکنی علی که اعصاب خودتو داغم میکنی آقا بره؟ فردا بارندگی اعلام کرده؟ بله. داشته باهه؟ آه. شیفتو میندازیم 6 صبح. ما همینطوری جان نداریم رو پاهمون بایستیم. شما بذار سر وقت بیایی وقت خسته نشی. این وسط فقط پدر ما داره میاد دیگه آقا منصور. آقا من مشکل ندارم. یه 2 هفته تحمل کنیم بذاریم بگیریم ایشون دیگه. نگرفتیمشون چی؟ 20 سوالی تر میکنی برای من؟ گرفتی من علی رضا؟ آقا 2 روز اینجوری بیایم سر کار، 3 روز بیام. روز 4 بعد تو قبرستون پیدامون کنی. علی رضا خوب گوش کن. اگرم این 4 تا جک و جونور تو این جنگل نبودن تو همین نیمچه حقوق هم نمیگرفتی. تعدیل نیرو میکنن. تو که غیر حقوق به چیزی فکر نمیکنی. شیش رو بیاین. هر کی هم نمیخواد بیاد نیاد. برو جمع کن بریم. من فقط ما رو توی جمع زنگ کنیم. حالا چه نازک نارنجی شدی؟ میخوای قهر کنی بزن این روز دیگه. همسرتون کجا هستن؟ قرار بود بیان. من تا با هر دوتاتون حرف نزنم نمیتونم اونجوری که باید کمکتون کنم. بله حق با شماست. لطفا به ایشون توضیح بدید این جلسات مشاوره بخشی از دادرسی طلاقه، پس حتما باید مشارکت داشته باشن. من حدس میزدم که نیان. ایشون انقدر غرق کارشونن که حواسشون به هیچ چیز دیگه نیست. و این بزرگترین مشکل شماست، درسته؟ بله متاسفانه. راستش من اگه درخواست طلاق دادم فقط میخواستم یکم بترسونمشون. خواستم یکم به خودش بیاد. گفتم شاید رفتارش تغییر کنه، یکم حواسش به زندگی بیشتر بشه. ولی انگار نه انگار. حتی بعد از مطرح شدن طلاق زندگیمون بدتر هم شد. من انتظار زیادی ازش ندارم. فقط میخوام یکم بیشتر به من و زندگیمون توجه کنه. ما مثل 2 تا غریبه ایم تو اون خونه. شما راجع به این مشکلتون با ایشون صحبت کردین؟ بله. خیلی بهش گفتم. بهش نشون دادم که چقدر برام مهمه. که چقدر زندگیمون رو دوست دارم. ولی تقریبا اون هیچ کاری نکرد. من دلم نمیخواد ازش جدا شم. ولی این تلاش یه طرفه داره منو له میکنه. نمیدونم دیگه چی کار کنم. من هنوزم... هنوزم چی؟ من هنوزم دوستش دارم. این که شما هنوز هم زندگیتون و شوهرتون براتون مهمه میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه. اما علاوه بر شما ایشون هم باید همکاری داشته باشه. برای ادامه یه زندگی تلاش یه نفر کافی نیست. باید هر 2 نفر انگیزه و اراده کافی داشته باشن. خب میگم پا به ماهه بیاد اینجا
دیگه خونه خودم راحت ترم. مرا قبل نمیدونه. به زور که نمیتونم بیارمش. اونا نمیتونی زورش کنی. خودت چرا سایت سنگین شده؟ دیگه زن میگیرین. قید مادرتون رو باید بزنین. آ چه حرفی میزنی مادر جان؟ من که از صبح میشم گرفتار خرج زن و بچه‌ام. اونم که پا به ماه. چجوری باید پاشیم بیایم؟ ما هم چند تا شکم زاییدیم. ولی انقدر ناز و نوز نداشتیم. نرو اون تو. چرا؟ دلش نمیخواد کسی بره تو اتاقش. آخه چرا؟ خب جوونه دیگه. میخواد یه خلوتی برای خودش داشته باشه. چیزی تو اتاقش قایم کرده؟ نگفت کی میاد؟ زنگ زد گفت تو راهه. بچه هم دیشب نصف شب اومد خونه. صبح هم کله سر زد بیرون. اصلا ندیدمش. از عقیل خبر داری؟ کم و بیش. با برادر زنش دعوا شده. اصلا نمیشه باش حرف زد. آره میدونم. هیچی بهش نگی. اینا بعدن آشتی میکنن تو میشی بده. من پشت دست داغ کردم که دیگه کاری به کار این چیزا نداشته باشه. سلام. سلام داداش. خوش اومدی. از این طرف ها. را گم کردم. سلام مادر جان. خدا مرگم بده. چشمه چی شده؟ چیزی نشده. تو بازار خوردم زن. چرا مواظب نبودی؟ چیزی نشده که مادر من. از بچگی همینجور بودی. همیشه تنها بدن زخم زیلی بود. انسولین تو که بازی یادت نرفت. وای جان برام زد. شام چی داریم؟ بخور و نپرس. خوبی داداش. تو بهتری. دیروز کجا بودی؟ مغازه. تا مدت مغازه بودی؟ جای دیگه دیدارم برم. چیزی بزرگ شده سوال منه با سوال جواب میدی؟ من گردنم از مو باریکتر جلوی شما. چند ساعت کار داشتم مجبور شدم مغازه رو ببندم. اومده چغلی منو پیش شما کرده. تا این سن نذاشتم کسی دست رو بلند بکنه. اما الان مجبورم بشینم فقط نگاه بکنم. هیچی نگو پیمان. چی شده؟ برو تو حیات. چیزی نیست. چرا اینجوری میکنی؟ این بچه تازه از راه رسیده خسته است. برای یه مغازه بستن یه قراره میکنی؟ اصلا از فردا نمیخواد بره. خودم درستش میکنم. یه امشب اومده اینجا زهره مارمو نکن. دختر مردم میذاره ترک موتورت میره جنگل؟ هم دانشگاهیمه. چون هم دانشگاهی توه باید بشینه ترک موتورت بری جنگل؟ اشتباه کردم. نمیدونستم اینجوری میشه. قید این دختره رو بزن. اگه یه نفر شما دیده بود اسمت رو دختره بود. کاری نکردیم که با همه بچه های دانشگاه رفتیم کافه براش تولد گرفتیم. تو چی کارشی؟ من بگو تو چی کارشی؟ داریم با هم آشنا میشیم. تو میری دانشگاه درس بخونی یا آشنا بشی؟ یه سال از درست مونده، دو سال هم باید بری خدمت. الان وقت این حرفا نیست. دوستش دارم داداش. این شهر کوچیکه. آبروی دختره رو نبر. خدا به سر شاهد مسعود من سکه یه پول کرد. برای همین چیزاست من چند وقت میخوام بیام بهتون بگم. اون نمیذاره. یه زوده. این دختره رو بیخیال شو. فقط یه انبار برنج باباش به اندازه دارایی کل خاندان ماست. من به انبار باباش چی کار دارم؟ اون به انبار خالی بابای تو کار داره. این حرفا رو نمیزنم چون زیر دست باباش کار میکنم. دمار از روزگار مسعود در میآوردم اگه به ناحق زده بود. یه کاری نکن سر من به خاطر تو این شهر پایین بیاد. اصلا تو یه راه جلو پام بذار. خودت برام راه جلو. لغمه اندازه دهنت بردار پیمان. میدونی که چقدر دوستت دارم.
شب نبود.